شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم، به این تاریخ خورشیدی، به این فرهنگ می نازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از 70 نسل قبل 1000 اسطوره پشت ماست. شمالم تا جنوبم پیش، چه خاک و گندمی دارم، صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. شب بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین و همچنین کلی عزیزانی که از طریق شبکه جهانی اینترنت برنامه ما رو مشاهده میکنند. امروز پنجشنبه 22 نوامبر 2012 میلادی برابر با دوم آذر ماه 1391 خورشیدی میباشد. برنامه امروز را آغاز میکنیم با رویدادهای خبری هفته که گذشت و در قسمت بعد توجه شما را به یک خبر ورزشی از شهر برلین جلب میکنم. یادآوری میکنم شما عزیزان میتونید تکرار این برنامه رو از همین کانال روز یک شنبه ساعت 8 شب مشاهده نمایید. توجه شما را به رویدادهای داخلی و خارجی جلب میکنم. بریتانیا ائتلاف مخالفان حکومت سوریه را به رسمیت شناخت. ویلیام هنگ وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با معاذ الخطیب رئیس ائتلاف مخالفان سوریه و دو تن از معاونان او در لندن اظهار داشت به زودی برنامه‌ای را برای افزایش کمک به مردم سوریه اعلام خواهد کرد.
در همین حال اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه ائتلاف مخالفان رژیم اسد را نماینده مریم سوریه دانست و دولت فرانسه ضمن به رسمیت شناختن ائتلاف ملی نیروهای مخالف دولت سوریه از واگذاری سفارت سوریه در فرانسه به دولت ائتلافی خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ارسال موشک‌های فجر 5 به غزه خبر داد. رامین مهمانپرست که در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت کمک به مردم فلسطین و غزه وظیفه همه کشورها به خصوص کشورهای اسلامی است. به افزود زمانی که اسرائیل با همه تجهیزات وارد جنگ می‌شود، وظیفه همه کشورهای اسلامی است که برای دفاع از مردم فلسطین اقدام کنند. شایان ذکر است پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر ارسال موشک‌های فجر 5 به غزه را تکذیب کرده بود. علی اکبر جوانفکر مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی ایران از اتهامات مطروحه تبرئه شد. وکیل مدافع وی اظهار داشت ایشان از اتهامات مطروحه درباره ویژه‌نامه خاتون که منجر به محکومیت وی شده بود تبرئه شد. علی اکبر جوانفکر مدیر مسئول ایران و مشاور محمود احمدی نژاد در امور رسانه می باشد. رئیس جمهور ایران بیشتر از حمایت و مذاکره با مسئول ایران در خصوص آزادی وی خبر داده بود. 14 سال از فاجعه قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در 1 آذر ماه سال 1377 می‌گذرد. جنایتی که سرآغاز افشا شدن قتل شمار زیادی از دیگر اندیشان و نویسندگان بود و به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافت. پرستو فروهر که بیشتر از سفر خود به ایران برای برگزاری مراسم بزرگداشت مقتولان خبر داده بود، پس از ورود به ایران ضمن توقیف پاسپورت وی از ممنوعیت برگزاری مراسم مطلع گردید. وی اظهار داشت امسال نیز مانند 8 سال گذشته ماموران به دلایل امنیتی با برگزاری مراسم بزرگداشت و حضور سیاسی اون مخالفت کردند. در همین رابطه توجه شما را جلب می‌کنم به گزارش تلفنی همکارم مهدی رسولی. همساله آغاز نهمین ماه سال یادآور خاطراتی تلخ برای جامعه فرهنگی و سیاسی کشور است. امسال 14 سالگرد فاجعه تلخ و جنایت نفرت انگیز را پشت سر گذاردیم، ولی هنوز عاملان اصلی این جنایت در رأس هرم و بر اریکه قدرت آنچنان تکیه زدند که گویی در دفتر سیاه زندگیشان هیچ رنگی از خون مظلومان ثبت نشده است. اول آذر ماه سال روز پرپر شدن داریوش فروهر و پروانه اسکندری بود، کسانی که قلبشان برای آزادی وطن میتپید و جانشان را در راه وطن از دست دادند. داریوش فروهر مبارز ضد حکومت سلطنتی و زندانی سیاسی در دوران شاه و از رهبران جبهه ملی بود. وی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی 14 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده بود، بعدها به رهبری حزب ملت ایران انتخاب شد. فروهر در جریان انقلاب 57 به صف حامیان آیت الله خمینی پیوست. وی در کابینه مهندس بازرگان به وزارت کار منصوب شد و سپس به عنوان وزیر سیار و نماینده دولت در امور کردستان مشغول به کار شد. وی که پس از تثبیت جمهوری اسلامی به روند حرکت نظام به انحصار طلبی توسط رهبران ایران پی برده بود، سعی بر آن داشت تا با مذاکره با مسئولین علل خصوص آقای خمینی و نیز تشکیل جلساتی با حضور اصحاب قلم و روشنفکران آسیب‌های انحصار طلبی و استبداد را گوشزد نماید. فعالیت‌ها و مخالفت‌های آقای فروهر تا بدانجا پیش رفت که در پاییز سال 60 او را به زندان انداختند و مدت 5 ماه زندانی شد. در همین اثنا آیت الله خمینی شخصا دستور آزادی وی را صادر نمود و اظهار داشت که وی از مبارزان اسیر میباشد. پروانه اسکندری همسر داریوش فروهر دانش آموخته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود. او یکی از شاخص‌ترین دانشجویان فعال در جنبش دانشجویی دهه 40 بوده است. وی همراه و همپای همسر خود تا زبان مرگ به مبارزات سیاسیش در راه آزادی وطن ادامه داد. فاجعه قتل زوج سالخورده فروهرها پرده از جنایات هولناکی برداشت، هرچند حکومت تمام تلاش خود را در جهت از بین بردن شواهد و مدارک نمود، ولی پروژه قتل دیگر اندیشان و مخالفان سیاسی که به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافت برای همیشه در کتاب تاریخ حکومت ایران ثبت شد. نگاهی گذرا به روز شمار قتل صاحبان اندیشه خود گویای این داستان تلخ است. سه
23 شهریور 1377 روبوده شدن پیروز دوانی فعال سیاسی و فرهنگی 37 ساله که بنابر اظهارات متهمان قتل‌های زنجیری وی را کشته و جسدش را سوزاندند. 31 شهریور 77 در سحرگاه این روز مجید حاجی‌زاده شاعر، نویسنده و دبیر ادبیات اهل کرمان با 27 ضربه چاقو و فرزند 9 سالش با 16 ضربه چاقو به قتل رسیدند. 28 آبان 77 دکتر مجید شریف از چهره‌های فرهنگی و سیاسی سپیده‌دم به قتل رسید. در 1 آذر 77 فاجعه قتل زوج فروهرها. 12 آذر 77 قتل محمد مختاری شاعر و پژوهشگر 56 ساله. 18 آذر 77 محمد جعفر پوینده نویسنده و روشنفکر معاصر، او که یک مدافع پرکار دموکراسی و آزادی نامحدود اندیشه و بیان بود، در هنگام مرگ فقط 44 سال داشت. پس از دستگیری برخی از عوامل و اطلاعیه 4 آذر محمد خاتمی رئیس جمهور وقت مبنی بر شناسایی عوامل این فجایع، گروهی با نام فداییان اسلام نامه محمدی با انتشار اطلاعیه های مسئولیت قتل‌ها را بر عهده گرفتند. آنها با انتشار اسامی بسیاری از روشنفکران و دگراندیشان با عنوان محدورالدم جو رعب و وحشت را بر جامعه فرهنگی ایجاد نمودند. هرچند دولت وقت از دخالت عوامل خودسر در فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای نام برد، ولی جستاری در اظهارات متهمین پرونده ردپای مسئولین رده بالا و فقهای به نام نظام را برملا می‌سازد، به طوری که بر اساس اظهارات یکی از متهمین اصلی احکام توسط برخی فقها صادر و از طریق رابطین به مأمورین وزارت اطلاعات ابلاغ می‌شده است. به حال حکومت فقط نیاز به افراد و مهره‌های سوخته‌ای داشت که بار این فجایع را بر دوش آنها بیفکند و پرونده را مختومه سازد، و این همان روشی است که در طول 34 سال حکمرانی برای برخورد با منتقدین به اجرا درآمد. یادآوری این نکته به جنایتکاران حاکم بر ایران حائز اهمیت است که هرگز خون مظلومان پایمال نخواهد شد و درخت انقلابی که در سال 57 روییده شده و با مکر و تزویر ریشه دوان هرگز نمیتواند با خون مظلومان رشد نماید و محکوم به سقوط و نابودی خواهد بود. تلویزیون ایرانیان برلین، مهدی رسولی. به ادامه اخبار توجه بفرمایید. ابوالفضل آبدینی خبرنگار و فعال کارگری محبوس از قرنطینه زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد. آقای آبدینی که بیشتر به دلیل شهادت حضوری و مکتوب درباره آثار شکنجه بر بدن ستار بهشتی به زندان اهواز تبعید شده بود، به دستور دادستان پرونده مجدداً به زندان اوین منتقل شد که پس از آن به قرنطینه اوین اعزام گردید. وی در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زد. 7 زندانی محبوس در بند زندان اوین با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن وضعیت زندانیان سیاسی و اعتراض به خشونت و شکنجه جسمی و روانی در زندانها خواستار رسیدگی جدی و قانونی به موضوع مرگ ستار بهشتی و مجازات عوامل اصلی این حادثه شدند. فائز هاشمی، نازنین دیهمی، ژیلا بنی یعقوب، حکیم شکری، ژیلا کرمزاده، شیوا نظر آهاری و بهار هدایت در این بیانیه تصریح کردند در کشوری که عاملان و آمران جنایت بیان که مورد محاکمه قرار بگیرد به مقام و منصب جدید میرسند، وقوع فجایع انسانی دور از ذهن نیست. رئیس سازمان پزشکی قانونی پس از اظهارات زد و نقیض درباره مرگ ستار بهشتی اعلام کرد بررسی‌های این سازمان پایان یافته، ولی هنوز اجازه نشر اطلاعات را نداریم. جمع‌بندی اطلاعات به دستگاه قضایی اعلام شده است و نتیجه نهایی برخلاف شایع مرگ طبیعی می باشد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیرکل امور تحکیم وحدت، به دلیل مشکلات ریوی به بیمارستان منتقل شد. وی که به تحمل 5 سال زندان و ممنوعیت دائمی از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است و دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، به توصیه پزشکی قانونی زندان رجایی شهر در پی تشدید مشکلات جسمی برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستانی در تهران منتقل شد. آقای زیدآبادی برنده جایزه قلم طلایی سال 2010 مؤسسه جهانی مطبوعات و نیز جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو در سال 2011 می باشد.
در صورت تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس ایران، زین پس خانم‌های مجرد ایرانی زیر 40 سال برای دریافت گذرنامه نیاز به موافقت ولی قهری و یا مجوز از دادگاه را دارند. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس اظهار داشت در این طرح که به پیشنهاد دولت به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال شده و مورد تایید این کمیسیون قرار گرفته، افزایش سن از 18 سال به 40 سال صرفا برای حفظ سلامت خانم ها تغییر یافته است. بهمن قبادی کارگردان مشهور ایرانی از دستگیری برادرش توسط وزارت اطلاعات ایران خبر داد. وی طی گفتگویی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اظهار داشت برادرش بهروز قبادی از تاریخ 14 آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته است. و آخرین خبر این که در پی درج خبر دستگیری ضارب زن ایرانی ساکن برلین در ایران، کمیسیون ویژه دو پلیس جنایی برلین اظهار داشت. این خبر تاکنون از سوی پلیس ایران تایید نشده است و نمیتوان به خبر مندرج در رسانه‌های ایران استناد کرد. همچنین پلیس جنایی آلمان از احتمال آزادی شخص مورد نظر ابراز نگرانی نمود. چون میهن ما در یکی از بدترین زمانهای تاریخ پرفراز و نشیب خودش و وظیفه ملی هر فرزند این سرزمین خدایی تلاش برای برچیدن بساط یک چتازی سردمداران جمهوری اسلامی و برقراری مردم سالاری به عنوان تنها شیوه درست کشورداری است. این روزها باز تبع یک نمایش انتخاباتی رو سربنداران جمهوری اسلامی میکوشند بالا ببرند. یکی از ترفندهای یک تازان بر کرسی قدرت نشسته در ایران این است که هر از چندگاه یک نمایش انتخاباتی برپا کنند و ظاهر آراسته به فرمانروایی خود بدهند. برای پدید آوردن فضای سیاسی باز، برای ایمنی قضایی در ایران به زنجیر کشیده شده پیش شرط هایی عنوان شد، به ویژه از سوی سازمان های سیاسی که اکنون گرد هم آمدن و اتحاد حزب ها و نیروهای ملی رو ساختن تا بشود یک گزینش ملی به معنی درست کلمه انجام بشه. با افسوس از هنگامی که این پیش شرط ها طرح کردید، سردمداران جمهوری اسلامی نه تنها کوچکترین عقب نشینی نداشتن، نه تنها از فشار ستمگرانه خودشون بر مردم بی‌پناه نکاستن، بلکه هر روز بیشتر مردم رو در تنگنا قرار دادن، روند سرکوبگری رو گسترش دادن. در همین چند ماهی که باید خودشون رو آماده برای انجام نمایش انتخابات دیگری می کردن، خیزش خودجوش مردم کرمانشاه رو اونچنان وحشیانه سرکوب کردن. هنوز چند صد تن از مردم اون سامان
در زندان و زیر شکنجه هستن. کارکنان، کارگران صنعت نفت رو که یک گرد همایی اعتراض‌آمیز داشتن، با تهاجم گماشتگان امنیتی و نیروهای ضد شورش روبرو شدن. اونها هم چند صد تنشون به زندان افتادن. گفته میشه که تا کنون زیر شکنجه 2 تن از اونها کشته شدن. در موضوع اعتراض نویسندگان پس از نوشتن اون نامه 134 امضایی که خواستار نخستین حق خودشون برای داشتن یه تشکل حرفه‌ای بودن، با چه توطئه‌هایی روبرو شدن، دستگیر شدن، به زیر فشار قرار گرفتن. یکی از کوشندگانشون فرج سرکوهی با یکی از توطئه‌آمیزترین وقیحانه‌ترین بازیگری‌های وزارت اطلاعات و امنیت کشور روبرو شد که خوشبختانه خب در سراسر جهان ملت‌ها به این کردارها اعتراض‌هایی به عمل آمد. اما همانطور که گفتم، جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی به جای عقب نشینی و پدید آوردن یک جوی که بشه در اون انتخابات درستی انجام بشه، روز به روز بر فشار خودشون افزودن. در چنین وضعی به هیچ وجه نباید فریب خورد، به هیچ وجه نباید قهر سنگین مردم رو نسبت به این سامان یکتازانه ضد ایرانی کم کرد، بلکه باید کوشید که این قهر سنگین اما خاموش به یک پرخاش و خروش همگانی بدل بشه و دشمنی رو که همه چیز ایران رو به بازی گرفته باز پس می‌زنه. من امیدوارم که در ماه‌هایی که به انجام این نمایش داریم، ایرانیان چه در درون کشور هستند، چه اونها که از میهن به دور مانده‌اند، با همه توان بکوشند که جمهوری اسلامی به پس نشینی وادار بشه، بخواهند که در ایران یک گزینش ملی انجام بگیره. وقتی میگم گزینش ملی، برای اینکه جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از 18 سال آزمون و فراز و نشیب به کلی در دیدگاه ملت ایران طرد شده است. قانون اساسی است پرنقص. قانون اساسی است که پاره ای از فصل‌ها و اصل‌های اون رشد سرطانی کردند و حقوق ملت رو به کلی پایمال کردند. پس باید قانون اساسی دیگری رو طلب کرد. قانون اساسی که در بردارنده حقوق ملت باشه، قانون اساسی که حیثیت ذاتی بشر رو اونچنان که در جهان شناخته شده است پاس بداره. خلاصه کلامم این که در جهان امروز در آمیختن دین و دولت، بدترین قانون ها، نارساترین قانون‌ها رو پدید میاره. قانون اساسی تازه ایران باید
بر پایه جدایی دین از دولت باشه و این قانون اساسی رو یک هیئت بنیادگذار برگزیده مردم تهیه و تدوین کنن و سپس به همه پرسی بگذارن. من به ویژه از ایرانیان دور از میهن طلب میکنم که آرام ننشینند. بیش از این در اندیشه میهن زنجیر شده خود باشند. در یاد بیاورند که به هر حال در فضای سیاسی بازی به سر میبرند. به هر حال میتوانند گرد همایی داشته باشند. میتوانند کردارهای سیاسی خوبی بر ضد جمهوری اسلامی داشته باشند. همه نمایندگی های جمهوری اسلامی رو از سفارت گرفته تا کنسولگری گرفته زیر فشار بذارند و حقوق ملت ایران رو طلب کنند. عجل مبتلا وطن، قربانیان تو همه گلگون قبا وطن، عزیز وطن، قریب وطن، بی‌نوا وطن، یک فاجعه از وقتی تنها تو رو میخوام، قربت یه تعبیر از خواب یک قفلت، تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت، وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم، قربت برای ما مثل یه تعلیق، یک راه طولانی روی لب تیغ، این حس آزادی اینجا نمیارز، زندون بی دیوار، سلول بی مرز، این حس آزادی اینجا نمیارز، زندون بی دیوار، سلول بی مرز. نقطه چی میشه دیوار این خونه، دیوار چی میشه وقتی ازم دوری، از زندگی سیرم، دنیا رو با قلبت اندازه میگیرم،